وقتی که بچه بودم مثل خیلی های دیگه آرزو داشتم که یه دوست خیالی داشته باشم که هیچ که ازش خبر نداشته باشه، یه دوستی که فقط من بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم و از دید همه مخفی باشه. یه خورده بعد که بزرگ شدم با کتاب دنیای صوفی نوشته یاستین گاردر آشنا شدم. اون موقع ها تازه 15 سالم بود که این کتابو خوندم. موضوعش در مورد شروع فلسفه و نوشتن نامه های دختری به نام صوفی به کسی که نمیشناختش و نمیدونست کیه بود. برام جالب بود. اون زمانا به نظر خودم بهترین چیزی که میتونست روحم رو آرامش بده نوشتن نامه، داستان، شعر و قصه بود و امید برای اینکه یه روز یک کسی پیدا بشه که بدون اینکه حتی ببینمش بتونم نوشته هامو براش بفرستم و اونم با حوصله بخونه و جواب هر داستان رو با داستان و جواب هر شعر رو با شعر بهم بده. یکم بعد که بزرگتر شدم دیدم که اصلاً از این خبرا نیست. همه ی همدوره‌ای هام به قول آنتوان دو سنت اگزوپری وارد دنیای آدم بزرگا شدن و درگیر سختی زندگی های خودشونن و اون آدم خیالی که همیشه آرزوش رو داشتم مونده لای ورقهای کتاب شازده کوچولو و نقاشی های شل سیلورستاین. خیلی طول کشید تا تونستم بفهمم از کجا اومده. امیر کوچولو که مدام منو سوال پیچ میکرد خودش انگار هیچ وقت سوالای منو نمیشنید. فقط چیزایی که جست گریخته از دهنش میپرید کم کم همه چیزو به من آشکار کرد. مثلا اول بار که هواپیمای منو دید ازم پرسید این چیز چیه؟ این چیز نیست، این پرواز میکنه، هواپیماست، هواپیمای منه. چی؟ تو از آسمون افتادی؟ آره. این دیگه خیلی عجیبه. خب پس تو هم از آسمون میای. اهل کدوم سیاره ای؟ پس تو از یه سیاره دیگه اومدی. تو از کجا میای آقا کوچولوی من؟ خونت کجاست؟ حدود 35 سالمه و توی این مدت به این نتیجه رسیدم که تنهایی هر کس فقط برای خودش تعریف شده. شاید خیلی‌ها رو تو اطرافمون داشته باشیم، شاید خیلی‌ها دوستمون داشته باشن و خیلی‌ها هم عاشقمون باشن، اما یه چیزی اون ته‌های دلمون هست که ما رو همیشه از بین تمام اون شلوغی‌ها و هیاهوها میکشتمون بیرون و میبرمون به یه گوشه و خیرمون میکنه به یه گذشته دور و خاطره های مونده در ابعاد خیال. اون وقته که حس میکنی که خودتی و خودت. یه شمع روشن میکنی توی سکوت، مجموعه شعر فروغ از تولدی دیگر رو باز میکنی و با زمزمه ای که فقط خودت میتونی بشنوی شعر به علی گفت مادرش روزی رو میخونی. علی کوچیکه، علی بونگیر، نصف شب از خواب پرید، چشماشو هی مالید با دست، سه چهار تا خمیازه کشید، پاشد نشست. چی دیده بود؟ چی دیده بود؟ خواب یه ماهی دیده بود. یه ماهی انگار که یه کپه دوزاری، انگار که یه تاق حریر با حاشیه منجوق کاری، انگار که رو برگ گل لاله عباسی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی می کردن تو چشاش دو تا نگین گرد صاف الماسی. همچی یواش خودش رو آب دراز می کرد
که باد بزن فرنگیاش صورت آب و ناز می کرد. بوی تنش بوی کتابچه های نو، بوی یه سفر گنده و پهلوشی دو، بوی شبهای عید و آشپزخونه و نظری پزون، شمردن ستاره ها تو رخت خواب رو پشت بون، ریختن بارون رو آجر فرش حیات، بوی قوطی‌های آب نبات. انگار تو آب گوهر شب چراغ می رفت، انگار که دختر کوچیکه شاپریون توی کجاوه بلور به سیر باغ و راغ می رفت. دوروبرش گل ریزون، بالای سرش نور بارون. شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه، شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه، شاید که یه خیال تند سرسری بود ماهیه. هرچی که بود، هرکی که بود، علی کوچیکه محو تماشاش شده بود، واله و شیداش شده بود، واله و شیداش شده بود. خاطرات هممون، یعنی دهه شصتی ها و پنجاهی ها، همه یه جورایی میتونم بگم که شبیه همن. واسه همینم فقط و فقط واسه یه دل خودمون تصمیم گرفتم که توی این کانال خاطرات کودکیمو با شما به اشتراک بذارم. البته تنها خاطرات کودکی خودمو نه، خاطرات تمام دهه شصتی ها و پنجاهی ها رو که میدونم هم پر از شادیه، هم پر از عمق و یک کوچولو هم غمه. خالی خونه ماست، اون بره آب، اون بره موجود.